حکایت پادشاه ظالم. در روزگاران گذشته پادشاه ظالمی زندگی می کرد. مردم از ظلم و ستم او به تنگ آمده بودند و هر روز که می گذشت کینه او را در دل خود بیشتر می کاشتند و منتظر بودند تا در وقت مناسب انتقام خود را از او بگیرند. این پادشاه ستمکار از صبح تا شب به عیش و نوش و خوشگذرانی مشغول بود و از حال مردم بیچاره و بدبخت غافل بود. حاصل دسترنج مردم را به عنوان مالیات به زور می گرفت و خرج خوشگذرانی های خود می کرد. حتی حقوق لشکریان خود را هم که در خدمتش بودند می خورد و به آنها هم ستم می کرد. هر روز که می گذشت زندان های پادشاه پرتر می شد. بسیاری از مردم که دیگر توان تحمل ستم پادشاه را نداشتند، کوچ کردند و به دیار دیگری رفتند. از تعداد جمعیت کشور روز به روز کاسته می شد، اما پادشاه بیخبر از همه جا در کاخ خود به عیش و نوش مشغول بود و هر کس به کارهای او اعتراض می کرد، دستور می داد که او را زندانی کنند. روزی از روزها که پادشاه بر تخت سلطنت آرمیده بود و وزیران و سران دولت اطراف او بودند، شاعر فصلی از شاهنامه فردوسی را که درباره زوال ضحاک و فرمان روایی فریدون بود برای آنها می‌خواند. وزیر از پادشاه پرسید: آیا می‌دانید فریدون که گنج و ملک و لشکر نداشت، چگونه توانست بر ضحاک چیره شود و حکومت را به دست گیرد؟ پادشاه فکری کرد و پاسخ داد: آنطور که حکایت شاهنامه می‌گوید، چنین است که مردم گرد فریدون جمع شدند و فریدون را یاری کردند. مردمی که از ظلم و ستم به تنگ آمده بودند به جنگ با پادشاه پرخاستند و فریدون را به پادشاهی رساندند. وزیر گفت: ای پادشاه، وقتی که گرد آمدن مردم موجب پادشاهی است، تو چرا مردم را از اطراف خود پراکنده می کنی؟ مگر نمی خواهی که حکومتت ادامه داشته باشد؟ پادشاه پرسید: چگونه مردم به گرد پادشاه جمع می شوند و او را یاری می کنند؟ وزیر گفت: پادشاه باید بخشش و رحمت داشته باشد، اما تو این دو را نداری. پادشاه از سخنان وزیر خوشش نیامد و به جای اینکه به پند و اندرز وزیر گوش دهد، دستور داد تا او را زندانی کنند. مدتی گذشت. وزیر در زندان بود و پادشاه هم بر ظلم و ستم خود می افزود. مردم نیز به دنبال فرصتی بودند تا پادشاه را برکنار کنند. از قضای روزگار عموزاده های پادشاه وقتی وضعیت مملکت را آشفته و ناامن دیدند، حق و حقوق خیش را از پادشاهی خواستند و بر ضد پادشاه قیام کردند. آنها به پادشاه ظالم گفتند: ما هم از این سلطنت سهمی داریم، پدران ما هم برای این پادشاهی زحمت کشیدند، حالا نوبت ماست. پادشاه گمان می کرد این بار می تواند با زندانی کردن مخالفان همچنان بر تخت سلطنت بنشیند. غافل از اینکه عموزاده های او قبلا فکر همه چیز را کرده بودند و مردم را با خود همراه ساخته بودند. مردم که از ستم شاه به تنگ آمده بودند، موفق شدند پادشاه را برکنار کنند. پادشاه جدید بر تخت سلطنت نشست. او وزیر دانا را از زندان بیرون آورد. پادشاه سابق افسوس می‌خورد که چرا به نصیحت‌های وزیر خود گوش نداده. وزیر رو به پادشاه جدید کرد و گفت: ای شاه، تو هم اگر به پند و اندرز ما گوش ندهی و ظلم و ستم را پیشه خود کنی، به سرنوشت عموزاده‌ات گرفتار خواهی شد و مردم را بر ضد خود خواهی شوراند. چنین است که گفتند هیچ حکومتی با ظلم پایدار نمی‌ماند و هیچ ظالمی نمی‌میرد مگر اون که در این دنیا به سزای رفتار خود برسد. همراهان گرامی، از اینکه تا پایان این داستان زیبا در کنار ما بودید از شما سپاسگزاریم. لطفاً با لایک ها و نظراتتون از ما حمایت کنید. با سپاس.